انزجار مردمی از دیکتاتوری و چپاول آخوندی و جنگ گرگ‌های زهر خورده بر سر سبد کالا. خبرگزاری سپاه پاسداران. مخابره پیام ضعف به دشمن ماجرای توزیع سبد کالا را از سطح یک مسئله اجرایی به مسئله امنیت نظام ارتقا داده است. بخشی از سیستم اجرایی با به صف کشیدن مردم برای دریافت مرغ و برنج برای ادعای دشمن مستندسازی می کنند. خبرگزاری سپاه پاسداران درباره ورشکستگی و بحرانهای گریبانگیر نظام و در وحشت از عواقب سیاستهای آخوند روحانی نوشت: در شرایط کنونی که دولت محترم در حال مذاکره با دشمن برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای است، طرف غربی علی‌رغم ضعف‌های عدیده‌ای که در حوزه‌های مختلف قدرت دارد، نه تنها ضعفی از خود نشان نمی‌دهد، بلکه پیوسته در حال تظاهر به قدرتی فراتر از واقعیت سطح قدرت خیش است. تهدید نظام به حمله نظامی عمده‌ترین شکل این تظاهر به قدرت است که هرچند در محیط‌های آکادمیک با اتاق‌های فکر با توجه به وضع کنونی ایالات متحده به عنوان طنز بدان نگریسته می‌شود، اما واشنگتن از قصد خود برای تحمیل گزینه نظامی به محاسبات ما عقب نشینی نمی‌کند. آمریکایی‌ها خوب می‌دانند و به زبان هم آورده‌اند که دیپلماسی در خلأ عمل نمی‌کند و موفقیت یک کشور در عرصه دیپلماسی به قدرت آن وابسته است. لذا طبیعی است که درباره سطح قدرت خود اغراق نمایند. اما در مقابل این اغراق، در کمال تعجب، نظام ما نه تنها میزان قدرت خود را بزرگ نمایی نمی کند، بلکه به طرز غیر قابل باوری دقیقا متناسب با حوزه های ابراز قدرت طرف مقابل به صورت غیر واقعی اظهار ضعف کرده و کشور را ضعیف‌تر از آنچه هست نشان می‌دهد. اگر آمریکا از تحریم اقتصادی سخن می‌گوید، برخی خزانه خالی را تکه کلام خود می‌کنند. اگر دشمن و طرف مذاکره تهدید به حمله نظامی می‌کند، جناب آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه در اظهار نظری به دور از واقعیت می‌گوید: آمریکا اگر بخواهد می‌تواند در عرض 10 دقیقه تمامی تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران را نابود کند. اگر آمریکا می‌گوید اثر تحریم‌ها ایران را به میز مذاکره آورده است، بخش دیگری از سیستم اجرایی با به صف کشیدن مردم برای دریافت مرغ و برنج برای ادعای دشمن مستندسازی می‌کند. همانطوری که پیشتر گفته شد، متأسفانه تکرار سیستماتیک مخابره پیام ضعف به دشمن ماجرای توزیع سبد کالا را از سطح یک مسئله اجرایی به مسئله امنیت نظام ارتقا داده است. نگرانی دوستداران دولت این است که اگر درباره سطح قدرت ایران اغراق نمی شود، چرا واقعیت های قدرت ایران تقلیل داده شده و یا پیام های ضعف به دشمن مخابره می شود؟ خبرگزاری سپاه پاسداران. آیا هاشمی و اصلاح طلبان سبد کالایی را گداپروری نمی دانند؟ خبرگزاری سپاه پاسداران همچنین در تصریح حساب با باند رقیب نوشت: طرح سبد کالایی در اولین روز اجرایش صدای نمایندگان مجلس را درآورد و تحقیق و تفحص از وزارت صنعت معدن و تجارت درباره توزیع سبد کالایی را کلید زد. البته در روزهای قبل از اجرای این طرح نیز انتقادات فراوانی به اصل طرح، شیوه شناسایی افراد مشمول و همچنین ترکیب سبد کالایی صورت گرفت.
اما در میان همه انتقادها یک واژه آشناتر از دیگر واژه ها بود. گداپروری. هاشمی رفسنجانی یکی از جدیترین منتقدان پرداخت یارانه نقدی از سوی احمدی نژاد بود. حسین کمالی یکی از اعضای خانه کارگر و وزیر سابق کار در اردیبهشت ماه سال 92 صریحاً توزیع یارانه را گداپروری خواند. آیا کسی در آینده نام گداپروری و یا ایجاد کمیته امداد 75 میلیونی را بر روی توزیع سبد کالایی از سوی دولت روحانی خواهد گذاشت یا خیر؟ و آیا هاشمی و اصلاح طلبان سبد کالایی را گداپروری نمی دانند؟ جنگ گرگ‌ها بر سر سبد کالا در مجلس ارتجاع. مجلس در جریان نحوه تصویب و توزیع سبد کالا نیست. ما در جریان تدبیرهای خارجی و داخلی دولت نیستیم. مهدی کوچکزاده از مهره‌های باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع در مورد سبد کالا گفت: مجلس در جریان نحوه تصویب و توزیع سبد کالا نیست. نمایندگان در سه شیفت کاری لایحه بودجه را بررسی می‌کنند. این کارها اگر از سوی دولت مورد توجه قرار نگیرد، توهین به مجلس است. از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصاد سوال کردم که آیا شما در جریان منبع تأمین مالی سبد کالا قرار دارید؟ آنها گفتند ما هیچ اطلاعی نداریم. ما در جریان تدبیرهای خارجی و داخلی دولت نیستیم. هرچه میخواهند میکنند، بعد هم معاون دولت همه چیز را به گردن مجلس میاندازد که مردم در مورد مجلس تجدید نظر کنند. ما در جریان فروختن عزت نظام در مجامع بین المللی هم نیستیم. اعتراف به فضیحت و بنبست نظام در جنگ گورکا. سبد، صف، بی تدبیری، آن هم در سرمای چند درجه زیر صفر، برای این مردم معیشت نمی شود. اقتصاد با کلید نشان مردم دادن حل نمی شود. صد البته اقتصاد صدقه‌ای ادامه دیپلماسی صدقه‌ای است. یک روزنامه وابسته به باند خامنه‌ای در ارتباط با موضوع سبد کالا، آخوند روحانی را زیر ضرب گرفته و ضمن اعتراف به فلاکت و بنبست نظام آخوندی می نویسد: حقا که دیشب یلدای ستم بر کرامت توده های مردم بود. سبد، صف، بی تدبیری، آن هم در سرمای چند درجه زیر صفر، برای این مردم معیشت نمی شود. اقتصاد با کلید نشان مردم دادن حل نمی شود. با سخنرانی حل نمی شود. با نگاه به بیرون حل نمی شود. وقتی در عالم مباحث نظری مشاوران ارشد دولت اعتدال به اقشار محروم جامعه توهین می کنند و در بدترین جمله ممکن رأی دیگران را رأی به بیقانونی می خوانند، رسیدگی به معیشت مردم در عالم واقعیت هم دقیقاً می شود حکایت همین. توزیع غیر مدبرانه سبد کالا. صد البته اقتصاد صدقه‌ای ادامه منطقی دیپلماسی صدقه‌ای است. در دیپلماسی صدقه‌ای حق نظام را در نازلترین اقساط ممکن از دشمن می ستانی. در اقتصاد صدقه‌ای حق مردم را در نازلترین شکل ممکن به ایشان می دهی. آنقدر که تا لحظه نگارش این سطور دو قربانی هم روی دست اقتصاد نظام باقی می گذاری. حق است که وزرای اقتصادی دولت همه با هم دست جمعی استعفا دهند. سبد، صف، بی تدبیری از صدر تا ذیل دست پخت دولت اعتدال است. تدبیر در این دولت شعاری بیش نخواهد بود الا آنکه آقایان اساساً نگاه خود را به مردم تغییر دهند.